بکنیم، به چه گونه ما به عنوان افرادی که در کنار یکدیگر میشینیم در میز لیلا سدر کنگد اربا و نیم دیبراتورات، همینطور بالا هگدا میگه که چهار فرزند هستند، یکی هستش خاخام هستش دارای حکمت هست که پرسشگری رو میاد و پرسش رو مطرح میکنه، خوکیم ادود خوکیم مشپاتیم رو، راشا هست فردی هستش که از ریشه های خود بریده و بی ریشه هست، همینطور که ما یهودیان ایرانی دارای ریشه هایی هستیم، ریشه های قومیت خودمون، ریشه های یهودیت خودمون، که همینطور ریشه های ملیگرای خودمون، چه اسرائیلی چه ایرانی، که دو چشم ما هستند، تا این اندازه برای ما گرانبها هستند، ممکن خودمون بیش از اینی که اسرائیلی بدونیم که در این 100 سال در اینجا هستیم، 1000 سال در از 2700 سال در ایران بوم بودیم، با تمام سختی ها فرازان نشیب ها در کنار ایرانیان همسنگر و همدل با دشمنان مشترک از آشور و کلدو یونانیان گرفته تا رومیان گرفته تا برحال تازیان، ما یک جبهه مشترک داشتیم و از این رو ریشه چهارمی که ما مطرح میکنیم ریشه علم و پژوهش هستش، میگن درخ ارتس کدما لتورا، چهار بانیم که گفته شده، چهار افرادی که در بال حقدا اون رو آورده، خخم رشا تام بینو یودالی شال، سومین فرد و فرزندی که در کنار میز لیلا صدر میشینه چه فرقی هستش؟ تام، یعنی که براش فرق نمیکنه، هر اون چیزی که گفته میشه شما بگید، هر اون چیزی که بگید به قول بعضی از شعر سوره میگن شما راست میگید، ولی این کافی نیست، بلکه تام و اینو یودالی شال، چهارمین فرزند، فرزندی هستش که حتی نمیتونه پرسش کنه، و از این رو میگویم به یعنی مصدر مؤنث آمده ات تیفتخلو، یعنی که تو مادر باید پرسشگرایی رو به اون فرزند یاد بدی. هراب لوباویچ راب بزرگ خبات این آموخته رو به یهودیان آموخت و اون چی بود؟ ما باید به دنبال فرزند پنجمی باشیم که در کنار میز شباد نیستش، در کنار میز لیلا صدر نیست، بلکه ما سعی بر این داشته باشیم اوتریچ بکنیم، چگونه دلها رو به یکدیگر نزدیک بکنیم. همینطور که جناب عمرانی در این برنامه های رادیو تلویزیونی خودشون جدن پیوند قلب ها رو میان مستحکمتر میکنن، پیوند دو ملت رو مستحکمتر میکنن و یک رسانه مردم